And have you ever fallen over because you were wearing very high heels? در این قسمت سوالی رو که مطرح میکنه به این منوال که آیا شما هرگز به اصطلاح حالت fallen over یعنی که به خود خوردین یا به اصطلاح دچار اضطراب شدین به خاطر چیزی که شما پوشیدین. I have never fallen over, but once I had a take off my shoes in the middle of a reception at the House of Lords. میگه هیچ وقت همچین اتفاقی برای من نیفتاد، اما یک دفعه به اصطلاح در بخش ریسپشن در مابین به اصطلاح محفل لوردز کفش مصفامه به در شد. به اینجا های هیلز یا فالن اوور به خاطر اینکه مثلا یک وقتی لباس شما مثلا مناسب نه و ناگهان در یک جای محفظت محفل متوجه بشین، پارگی داشته باشه، زدگی داشته باشه، یا مثلا کفش شما مثلا از پا شما در بیایه، به هر دلیلی این موضوعات رو به این منوال میتونه مطرح بکنه. What did you do؟ چی کار کردین؟ میگه I walked out into the street in bare feet. میگه من قدم زده به داخل جاده رفتم با پاهای برهنه. And jumped into a taxi و پریدم به داخل یک تاکسی. Have you ever designed clothes for a man? Sorry, have you ever designed clothes for a man؟ میگه آیا شما شده که تا حالا لباسی رو مثلا برای مردا هم دیزاین بکنن؟ میگه yes I have، بله من کار کردم. When was it؟ کی بود؟ It was when I was studying at the London. میگه این مربوط به وقتی میشه که من در حال مطالعه یا درس خواندن در لندن بودم. College of Fashion، در کالج مد و فشن. I designed my first men's. من به اصطلاح دیزاین کردم همو اولین لباس مردان خو. Wear collection، به اصطلاح لباس پوشیدنی یا کلکشن لباس پوشیدنی مردان خو. Shirts، trousers and leather jackets که شامل یخنقاق ها، شلوار ها و جاکت های چرمی بود. He didn't read to buy any clothes that year. میگه او به اصطلاح نیازی نداشت که در آن سال کدام لباسی رو تهیه بکنه. Here we have glossary. Bride and bridegroom, a woman or man on the day of her or her wedding. Bride یا bridegroom عروس داماد که میگه مرد و زنی که در روز عروسی خو باشن، یعنی bride bridegroom میگم. The House of Lords، the second house of the British Parliament. House of Lords دومین خانه به اصطلاح پارلمان بریتانیایی رو House of Lords میگویند به زبان انگلیسی. Okay. So we have something else in here. Read the interview complete the gaps with A up to F. I absolutely hated dressing as a man. من کاملا یا دقیقا نفرت دارم از لباس پوشیدن به اصطلاح به مانند مردان. I really understand how women want to feel. من واقعا متوجه هستم یا میفهمم که زنان چطوری احساس میکنن یا چطور حسی دارن. My boyfriend at the time was very lucky. دوست پسر من در همون زمان ها به صلاح بسیار خوش شانس بود. My feet were killing me. پاهای من به صلاح من اذیت میکرد. The only things I enjoyed there were art and sewing. تنها چیزی که من به صلاح لذت می بردم
هنر و بافندگی بود یا دوختن بود. They are so chic and their sense of color is so natural to them. به اصطلاح آنها خیلی شیک به اصطلاح هستند و همچنین حسی که رنگهای اونها به آدم میده یک حس طبیعی هست. از A تا به F اینا رو گفته شما در یه قسمت هایی که به صورت جای خالی داخل متن است انتخاب میکنیم، آپشن سیر اینجا انتخاب میکنیم قرار میدن. Look at highlighted words and phrases related to fashion and shopping and guess their meaning. نگاه بکنین به کلمات هایلایت شده و اصطلاحاتی که مرتبط با مود و فشن و خریدن و به اصطلاح حدس بزنین، خریدن است و حدس بزنین معنی آنها را. So in the next part, در پارت بعدی what we have, that is part 2 grammar, پارت دوم گرامر یا دستور زبان. Present perfect or past simple. زمان گذشته به اصطلاح ساده یا زمان حال کامل. Look at the last four questions. به آخرین به چهار سوال آخر نگاه بکنین. In the interview, در داخل مصاحبه یا interview. Answer with a partner. همراه با یک پارتنر خب به اصطلاح یا به یک پارتنر خب پاسخ بدن. Which questions are about experiences sometimes in Lindke's life? شما به کدام سوالا در رابطه با تجارب بعضی اوقات در Lindke's life، در زندگی لینکا هست؟ Okay. Which questions are about a specific moment in Lindke's past? کدام سوالات مربوط به مثلا یک لحظات خاصی در گذشته لینکا هست و what does ever mean in the questions that begin have you ever و what does ever mean ever چی معنی میده در سوالاتی که با have you ever آغاز میشه. Okay. For knowing this and for getting information about this, we have to go on page 132, Grammar Bank 4B, learn more about the present perfect and past simple and practice them. برای معلومات گرفتن بیشتر در رابطه با به اصطلاح موضوع گرامر ای بخش به اصطلاح میریم به صفحه 132 و معلومات بیشتر به دست میاریم در رابطه با زمان حال کامل و همچنین زمان گذشته ساده و به سلاور تمرین میکنه. Okay. So now let's go to page 132 صفحه 132. Okay, in page 132, در صفحه 132, unit 4, what we have, that is 4A, present perfect. And now we are going to talk about this part, 4B. یعنی unit 4, ولی درس B یا درس دوم. Here we have present perfect or past simple. زمان حال کامل یا زمان گذشته ساده. 1. Have you ever been to a fancy dress party? آیا شما تا کنون در یک محفل به اصطلاح شو لباس یا محفلی که به اصطلاح لباس های فانتزی یا چیزی در رو پوشیده میشه بودین؟ She's seen that film twice. او انمو فیلم رو دو بار دیده. I've never met Nina's husband. من هیچ وقت همسر نینا رو ملاقات نکردم. We often use the present perfect to talk about past experiences in our lives when we don't specify a time. ما اغلبا از زمان حال کامل استفاده میکنیم برای صحبت کردن در رابطه با تجارب گذشته خود.
و که به اصطلاح ما در زندگی خود داریم. When we don't specify a time، وقتی که ما به اصطلاح نمیتونیم یک وقت مشخص داشته باشیم. Been and gone. Okay. Compare the present perfect of be and go. مقایسه بکنین زمان حال کاملش فعل be و go را. Mike has been to Paris. He went to Paris and came back. وقتی که میگیم Mike has been to Paris، به سبب پاریس بوده، یعنی که او رفته و برگشته. Mike has gone to Paris، و وقتی میگیم Mark has gone to Paris، به پاریس رفته، he is in Paris now، او همالک هم در پاریس هست. Okay. So present perfect or past simple، زمان حال کامل یا به اصطلاح زمان گذشته ساده. Have you ever been on Mexico؟ آیا شما تا کنون به مکسیکو بودین؟ Yes I have، بله من بودم. When did you go there؟ کی به اونجی رفتن؟ I went last year، مثال گذشته رفتم. Have you seen his new film؟ آیا فیلم جدید او را دیدین؟ Yes I have، بله من دیدم. What did you think of it؟ نظر شما راجع به آن چیست؟ I love it، مور دوست دارم. Okay. Conversations often begin in the present perfect. مکالمات اغلبا با زمان حال کامل به اصطلاح شروع میشه. With a general question، همراه با یک سوال عمومی. And then change to the past simple، و بعد از او به زمان گذشته ساده تغییر پیدا میکنه. To ask for or give specific details، برای اصطلاح سوال پرسیدن و یا که یک جزئیات به اصطلاح مشخصی رو دادن. Example، when، مانند when، what، چی، where، کجا، who، چه کسی، which، با، and etc. و غیره. به این منوال شما دو بخش هست، دو درس هست که ما در رابطه با اصطلاح زمان پرفکت صحبت میکنیم و موضوعات لازمه رو طی درس بر شما گفتیم. انشالله که شما تونسته باشین معلومات لازمه و اونچه که بتونه شما رو در بخش سپیکینگ به زبان انگلیسی کمک بکنه رو از زبانها برداشت کرده باشین. Okay, let's back to our lessons and see what we have in the rest of our lessons. برمیگردیم به ادامه درس و ببینیم که موضوعات بیشتری رو که در ادامه درس B از یونیت 4 برای ما در نظر گرفته شده رو از او کار میکنه. Okay, part 3 listening، پارت 3 listening یا گوش کردن. Listen to 4 people answering the question، به 4 شخص به صلاح گوش بکنین که پاسخ میدن به سوالات. Have you ever bought something that you have ever worn؟ آیا شما کدام چیزی هیچگاه خریدین که شما او هیچ وقت به اصطلاح نپوشیده باشین؟ What did you buy؟ چی خریدین؟ Write 1 up to 4 in the boxes، از شماره اول تا چهارم در داخل باکس مشخص بکنین. There is one item you didn't need، یک آیتم وجود داره که شما نیاز you don't need، شما نیاز ندارین. Okay. A coat، یک coat. Some trousers، تعدادی شلوار. Some sports clothes، تعدادی به اصطلاح لباس های ورزشی. A shirt، یک پیراهن. A skirt، یک دامن. گزینه مورد نظر رو انتخاب میکنین از بین اینها. B. Listen again. What was the problem with the clothes? Write 1 up to 4 in the boxes. دوباره گوش بکنین. مشکلی که به اصطلاح با لباس ها بود یا مشکلی رو که لباس ها داشت چی بود؟ Write from 1 up to 4 in the boxes، از شماره اول تا شماره 4 در داخل باکس یا جعبه بنویسین. This person، این شخص.
bought something online, کدام چیزی رو به صورت آنلاین خرید. But didn't like the clothes, اما دوست نداشت اون لباس ها رو. When they arrived, وقتی که اونها به صلاح به دستش رسید. This person bought the clothes too quickly and later didn't like them. این شخص لباس ها رو به صلاح خیلی سریع خرید و بعدن اونها رو دوست نداشت. This person wanted to look like a famous singer. این شخص خواست که مثل یک خواننده مشهور به نظر برسه. But look like another. اما به صلاح شبیه کدام شخص دیگه ای به نظر رسید. This person suddenly didn't need the new clothes anymore. این شخص به صورت ناگهانی به صلاح نیازی نداشت به اینکه لباس های جدید یا کدام چیز دیگه ای داشته باشه. اوکی سو از شماره اول تا چهارم به این قسمت مشخص میکنه این اعداد رو مینویسن. Have you ever bought something that you never worn? آیا شما شده تا حالا یک چیزی بخرین که هیچ وقت نپوشیده باشن؟ What was it? چی بود؟ اوکی این پارت 4 پارت چهارم. What we have that is shopping, خریداری. Part A. Listen to some sentences. به تعدادی جملات گوش بکنین. From the listening. از داخل listening. Complete the gaps with one word. جای خالی ها همراه با یک لغت تکمیل بکنین. With a partner. همراه با یک partner. Say what the highlighted phrases mean. بگین که به اصطلاح لغت ها یا کلمات هایلایت شده چه معنی داره. I remember when I was in the room, I thought they looked fantastic. من به یاد دارم وقتی که من در داخل مثلا اتاق بودم من فکر میکردم که اونها عالی به نظر میرسن. I like it on eBay or I bought it in eBay on eBay. من اون را از سایت eBay خریدم. خب ببینین ما جای خالی ها رو حالا میتونیم به حالت نوشتن